خیر، ایشون نمیتونن صحبت کنن. گفتم نمیشه. خانم عزادی صبر کنید. به این شکله. چی شده خانم عزادی؟ شما دستور دادین خانم رحمتی رو در اختیار کارگزینی بذارم؟ برای من دستور دادم. برای چی؟ به شما چه ارتباطی داره؟ اون کارمند منه، منم ازش راضیم. اون کارمند شرکت تشخیص صلاحیت کارمندان با منه. بفرمید بیرون. بله داشتم میگفتم. آخه این برخورد درسته؟ ایشون مریض بودن، حالشون خوب نبوده. شما هم همچین فکر نمی‌کنم حالتون خوب باشه. معلومه که خوب نیستم. چطور میتونم خوب باشم؟ هر روز یه ندونم کاری تازه، هر روز یه خرابکاری دیگه. یه روز در آسانسور رو می‌بندین میگین کسی حق نداره از آسانسور استفاده کنه. یه روز دیگه در پارکینگ رو می‌بندین میگین کسی ماشینشو نیاره توی محوطه. یه روزم در رستوران رو می‌بندین. رفتار اخیرتونم که با خانوما واقعا نوبره. اینو برمی‌دارین، اونو می‌ذارین جاش. اون یکی رو می‌فرستین کارگزینی. به من بگین ببینم خانوما چه هیزم تری به شما فروختن؟ خانم بفرمایید سر کارتون، لازم نیست شما وکیل وصی خانوما باشید. بفرمایید بیرون. من وکیل وصی کسی نیستم. من وکیل وصی خودمم. اینجا تکلیف هیچ کس معلوم نیست. تکلیف شما که معلوم شد، بفرمایید بیرون. کجا داره میری خانم؟ بفرمایید بیرون. من همینجا میشینم، از اینجا جم نمیخورم. بالاخره یه نفر باید پیداشه به حرفای من گوش بده. خانم این آقای سلطانی رو پیدا کنید، این خانم از اینجا ببرید بیرون. بله قربان. بله؟ الو، آقای سلطانی؟ چی شده؟ زود تشریف بیارین اتاق آقای رئیس. چی؟ تشریف بیارین. اما جان سلام. یه دونه امضا پیم کار دارم جوابی جان، بعدا کار نمیشه. شما اینجا چی میخواین؟ بفهمی سرکارتون، بفهمی سرکارتون. چه خبه شده؟ سلام قربون. تشریف بیارید ایشون از اینجا ببرید. کیو ببرم قربون؟ این خانومو. کدوم خانومو؟ ها بگی کدوم خانومو؟ خب بیا جلو نگاه کن ببین کدوم خانومو. شیرین تو اینجا چیکار میکنی؟ خانوم شما درست وقتی که ما جلسه داشتیم بدون اجازه در باز کرد اومد تو. حالا اینجا بس نشسته. بس نشسته؟ بله بس نشسته و میگه از اینجا نمیره بیرون. حالا شما چی میفرمید؟ ما از اینجا بریم بیرون یا ایشون تشریف میبرن؟ نخیر قربان، شما تشریف داشته باشین، ایشون میرن بیرون. شیرین این کارا چی میکنی؟ باشو بیرون، باشو بیا. من از اینجا جم نمیخورم. برای چی؟ برای اینکه باید بفهمم تو این شرکت چه خبره. یعنی چی چه خبره؟ باش جونم، باش عزیزم، باشو بیرون با هم صحبت میکنیم. باشو باشو. وای چه دهون. کسی رو راه ندید خانم. چش. یه وقت اتصالی میکنه برق همه خونه رو قطع میکنه. نه ترس، من کنترلم از تو جدا میکنم. درست شد، حالا کی رست سراغ کنترل؟ تو بیا پایین رو بگی. بیا پایین همه چون. آقا درد سر درست نکن، بی پایین. اما داری گوش نکنی به زنه بگم. تو چی میگی زن زنی؟ بهش میگیم همون بلای رو سرت بیاره که سر رئیس آورد. داغ این خوره دلت بیمونه. داغش بیمونه. سلام بابا. سلام. 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 میگم آمد ما بهتره بریم دیگه. کجا؟ تشریف داشتیم. خیلی ممنون. خواهشی بابا. نه دیگه زحمت کم میکنیم. خواهش کار داریم. حالا فعلا بعد خطر برسیم. خب پس تو نگاش مثلا شما با هم قهرین؟ نه بابا میگم عجب زنیه. باری کله رئیس داشت کله میکرد. حالا خوبه که از ایشون حساب بزنه. میگم ببین دیگه خدافظ. خدافظ. غذا خوردی؟ نه تازه میخواستیم بریم بخوریم. پس بیا ساندویچ بخور. بیا دیگه. بگی بخور. فکر میکنی کی بتونیم از بابا رو بیاریم؟ یه بیسرودی کار داره. تو خیال داری چیکار کنیم؟ راجبه چی؟ شرکت. هیچ. من فهم میکنم اگه تو بازم میخوای تو شرکت بمونیم ممکنه من شغلم از دست بدم. تو برای چی؟ تو مثل که حالیت نیست، هر کار تو میکنی پای من نوشته میشه.
چرا منم تو اون شرکت یه کارمندم مثل کارمندای دیگه؟ با این تفاوت که تو زن منی، منم معاون شرکتم. گوش کن شیری، من نمیخوام در این باره زیاد بحث کنم. بهتره تو استعفا بدی. پس تکلیف سابقه کار من چی میشه؟ من 9 سال سابقه کار دارم. گوره پدر سابقه. اصلا کار کردن تو به چه درد ما میخوره؟ تو بیشتر از حقوقت پول عیاب زهاب میدی. من برای کارم درس خوندم، دانشکده رفتم، عین تو. هر چه کار کردی بس. دیگه بهتره به من و بچه‌هات برسی. مگه الان تو و بچه‌ها چیزی کم و کس دارید؟ نه چیزی کم و کس نداریم. فقط دیگه نمیخوام زنم کار کنه. بسته دیگه، خواهش میکنم دیگه بحث نکنیم. وقتی ما با هم ازدواج کردیم من کارمند همین شرکت بودم، تو هم هیچ اعتراضی نداشتی. آخه عزیز من چه جوری حالیت کنم؟ تو روحیه کار کردن نداری، نمیتونی با مردم کنار بیای. من روحیه کار کردن ندارم؟ من الان 9 سال تو اون شرکت دارم کار میکنم، یک بارم اعتراض نکردم. ولی از وقتی این آقا اومده صدای همه رو در آورده. تو به همه چی کار داری؟ با تو که کاری نداره. من نمیتونم تحمل کنم. از رئیس بودم فقط زور گفتنشو بلده. نه سواد درست حسابی داره، نه تخصص. اخلاقش هم که دیگه از دست این زنها. میخوان دنیا رو اصلاح کنن. عزیز من، اون رئیس این شرکته، شما چی میگی؟ من میگم رئیس بودن یا شرایطی داره. شرایطش هم نداره. دیگه چی میگی؟ میتونی باش کار کنی یا نه؟ نه. پس استعفا بده. باز چی شد سلطانی؟ آهای آقای سلطانی. سلام علیکم. باز چی کار کردی؟ چه برای سرین برگا در آورد؟ الان درستش بود. پدر به آمور چقدر به این برگا برمیری؟ چیزی نیست، الان درست. آقای سلطانی، والا ما نمیدونیم از دست تو چی کار کنیم. چشم، اصلا الان درست میشه. من الیامون ناقل شمدی بلده اقلی آدم برگه نم اوینماز حضرت عباس هکی بی سری اجر برگه تلیه جدیب چلون تردن آجان جد چلونه بوشی جرم دوتا بزیر هم کاری اول قبار من دای خسته اولدون به خانم بچه ها سلام نرسین عجب پرزون بی دیانه مارواد شما سلام یتیر به هر جهت من اون چرا که به نظرم درست میرسید اینجا براتون یادداشت کردم. خواهش میکنم. البته من رفتنی هم، بعد از من خودتون هر کاری دوست داشتین بکنید. کارمند اخراجی به شما سلام میکنم. سلام. نه اصلا اصرار نکنید، من به هیچ وجه کار نمی کنم. من اومدم وسایلمو جمع کنم و برم. خاک تو سر این شرکت دارم، همه چی شلکیه. شیرین خانم شنیدم دیروز شرکت رو به هم ریختی. امروز تو داره همه دارم راجع به تو حرف میزنن. حالا باشه بعدا صحبتشو میکنیم. حالا یه دقیقه بیا بیرون، کارت دارم. خب بگو ببینم چیکار داشتی؟ اینجا نمیشه، بیا بریم جای خلوت. خبره؟ میگم بس نشسته بودی. آره. کاشکی منم اونجا بودم. حیف این سلطانی رو بردم. بعد من آدمی نبودم پامو از اون در بذارم بیرون. تو به خاطر من این کارو کردی. آره. ربطی به تو نداشت. چرا دیگه، همه میدونن. حتی اسم منم بردی. نمیدونم چی بهت بگم. هیچ. کن با ببینم چی کار داشتی؟ من در روز پیش به این مشکل برخوردم. میخواستم موجودی انبار رو چک کنم که رئیس فهمید و کلید انبار رو ازم گرفت و بعدش هم عذرمو خواست. گمونم فهمیده که من بو بردم. حالا چی میگی؟ قضیه خیلی پیچیده است. اتفاقا قضیه خیلی هم ساده است. اون جنسا رو با ارز دولتی وارد میکنه، ترخیص میکنه، به جای اینکه بیاره بریزه تو انبار میبره یه راست بازار آزاد میفروشه. شاید موجودی انبارش بخونه. باز میگه موجودی انبارش بخونه؟ آخه چه جوری بخونه؟ اون جنسه چه جوری رفتن تو انبار؟ از هوا؟ قبض انبارش کو؟ نه نمیشه ثابت کرد. چرا نمیشه؟ برای اینکه از انبار باید صورت برداری کرد، کلید انبارم فعلا دست خودشه. خب هیئت امنا رو خبر کن، اونا میتونن از انبار صورت برداری کنن. یه باقالی کنید. اگه اشتباه کرده باشیم چی؟ یه قرمه سبز. اگه موجودی انبارش بخونه چی؟ میدونی چه بلایی سرم میارن؟ پس تو ترجیح میدی یه آدم دزد بیا زیر و روی این شرکت رو بخوره؟ میتونه به عنوان تهمت تعقیبم بکنه. بعد میدونی عاقبتش چی میشه؟ هیچی، گند این ماجرا در میاد. بعد دولت هم میتونه
دولت میفهمه در شرکت رو میبنده همه بیکارشون. آخه چرا متوجه نیستی؟ کاری از من بر نمیاد. این کار خطرناکه. بابا تو رئیس اون شرکتی، مسئولیت داری. بازه اگه اونو بردارن حتما شما رئیس میشی. راست میگه، من اصلا به این فکر نکرده بودم. خوبه خوبه، لازم نیست وسوسم کنی. آقای سلطانی تو رو خدا اگه میتونی ما از شر اون آدم خلاص کنی. آقای رئیس تو انبارم؟ بله. چرا معطل میکنی؟ بچین بره بالا دیگه. سلام قربان. سلام آقای سلطانی. خب چی شد؟ وزارت بازرگانی بودم، فرما رو گرفتم. راستی محموله ها رسید؟ آره، ولی همش نیست، پارتی اوله. تو چی کار داری میکنی؟ اونو انسولین میشکنه. ای داد، مشتری ها کچلمون کردن. نه ترس، پارتی دوم تو راهه، 3-4 ساعت دیگه میرسه. جدی؟ آره. خب پس برام خبرشون کنم. ببین بهشون بگو همه پول باید واریز بشه. چشم. جا به جاش کن. راستی سلطانی. بله قربان. راستی خانومت میخواد چیکار بکنه؟ استفاده داره قربان، داره تغییر تحول میکنه. همین روزاست که از دستش خلاص میشی. به هر حال من شرمنده. نه ترس، من کارهای خانومت رو پایتون نمینویسم. خیالت راحت باشه، زنا رو خوب میشناسم. خودم 20 سال زن داری کردم. خیلی خوب، دیگه تمومش کن بیا. بجام دیگه، شما هم همینطور. کامیون رو دوباره که رسید منو خبر کنید. چشم. قربان، آقای سلطانی دیدی؟ بله، دیدمش. آقای سلطانی اونجا هستن؟ نه خیر، اینجا نیستن. به اتاق خودشون زنگ بزنی. اونجا نبودن. آقای رئیس باشون کار فوری دارن. بله، اگر دیدم بهشون میگم. مرسی. الو؟ کار من تموم شد. از کجا تلفن میکنی؟ یعنی چی از کجا؟ از تو انبار دیگه. خب بله، حق با شماست. آفرین آقای سلطانی، من بهت افتخار میکنم. خیلی دل و جرأت داری. آره جون خودت، من دارم زهره ترک میشم. کامیون دوم که میرسه. خب فکر میکنم دیگه باید پیداش بشه. باشه، صبر کن. الو الو، گوش کن ببین چی بهت میگم. ببین سلطانی، آقای رئیس در به در دنبالت میگردن. چی کارم داره؟ من نمیدونم، فکر میکنم کار واجبی باید داشته باشن. خیلی خوب، باش تماس میگیرم. خیلی خوب، خدافظ. درست شد. اینم تا این حد مقدوره، بیشتر از این محدودیت دارم. الو، توی سلطانی؟ کجا رفته بودی؟ مشکلی پیش اومد قربون، یه سر رفتم وزارت بازرگانی تا یه ساعت دیگه برمیگردم. خیلی خوب، گوش کن چی میگم. راجع به جنسا به مشتری‌ها زنگ نزن. فعلاً کامیون دوم به این زودی‌ها نمی‌رسه. الو؟ دیدی چه بلایی سرم آوردی؟ من این تو گیر افتادم. یعنی چی؟ یعنی اینکه کامیون تو راه خراب شده، تا 2-3 روز دیگه به اینجا نمی‌رسه. از کجا می‌دونی؟ رئیس گفت. چی شده؟ میگه تا 2-3 روز دیگه جنسا نمیاد تو انبار. الو؟ الو صدامو میشنفی؟ آره بابا صداتو میشنوم، انقدر داد نزن. من دارم زهره ترک میشم. دست پاچه نشو، بالاخره اونا مجبورن امروز فردا در انبارو باز کنن. امروز و فردا؟ من به تو میگم دارم سکته میکنم. بابا 1000 تا کار تو انبار دارم. امروز چهارشنبه است، فردا و پس فردا تعطیله.
الو 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 شیرین کجا داری میری؟ اتاق رئیس. اتاق رئیس؟ برای چی؟ میخوام برم دست کلیدشو بردارم. آخه چه جوری؟ پس ایشون عوض کنن. خانم آزادی صبر کنی. پس بنابراین چه خبره؟ من بعد امروز تکلیفم تو اینو داره معلوم بشه. من 9 سال سابقه کار دارم. برای چی باید استعفا بدم؟ این چه مسخره بازی خانم؟ مگه اینجا کارونسراست که هر روز سرتو میندازه پای میای تو؟ آخه ما هزار کار و زندگی داریم. ما هم کار و زندگی داشتیم ولی شما نذاشتین این به اون در. خانم این آقای سلطانی رو خبر کنین این خانم از اینجا ببره بیرون. آقای سلطانی تو اداره نیستن قربان. خانم بلند شین بریم بیرون. من اینجا بس نشستم تا تکلیفم معلوم بشه. بسیار خوب. بسیار خوب ما میریم. آقایون خواهش میکنم. بفرمایید. تا بعد که نمیتونی اینجا بست بشینی. بالاخره آقای سلطانی پیداش میشه. مگه نگفتم کسی رو راه ندید؟ من تو حسابداری هستم. بله قربان. خانم لطفا دست نزنید. الو؟ بله. سلام آقای سلطانی. خوب شد که تلفن کردین. باز خانمتون اومدن اینجا. نمیدونین آقای رئیس چقدر عصبانی شدن. بله اینجان. گوش خدمتتون. الو؟ تو اونجا چی کار میکنی؟ سلام احمد جان. ببخشید میخوام با شوهرم تنها صحبت کنم. لطفا اون درم ببندین. الو رئیس کجاست؟ ببین تو میدونی کلیده رو کجا میذاره؟ باشه باشه چشم هر چی تو بگی. بله من همین الان میرم بیرون. خدافظ. خوب شد از آقای سلطانی اینقدر میترسی وگرنه چه آتیشی میسوزوندی. چی کار کنم خانم جون؟ شوهرمه نمیتونم رو حرفش حرف بزنم. چیکار کردی؟ برداشتی؟ آره برش داشتم. بیا بریم بیرون. ببین چی بهت میگم. من مجبورم اینجا بمونم تا اینجا کمی خلوت بشه. فقط تو باید یه زحمتی بکشی. چیکار کنم؟ ببین اینو بگیر. برو بچهای منو بردار ببر خونتون. اون وقت تو چیکار می‌کنی؟ هیچی. من باید اینجا بمونم تا بتونم احمدو در بیارم. دستور دادم دیگه از فردا شما رو تو شرکت راه ندن خانم. خدا رو چه دیدین؟ شاید هم شما رو راه ندادن. الو
الو زهر ما هرچی ترخیص شده مستقیم رفته تو انبار، بعدش هم یا به مشتری تحویل شده یا اینکه در انبار موجوده. صورت موجودی انبار هم که معلومه. موجودی انبار نشون نمیده. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که آقای سلطانی دیروز از انبار صورت برداری کردن. چطور همچه چیزی ممکنه؟ من خبرشون کردم. خدا این کاره یعنی چی؟ خوابی نداره. سلام، معرفی میکنم جیمز باند سلطانی. جیمز باند غلط میکنه که بتونه یک روز تمام تو اون انبار دووم بیاره. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. یه جنبرد جان رفته بودم گل شیرینی بخرم. بفرمایید. برای چی دیگه آقای برادی؟ برای چیپ.
خود جناب رئیس میدونه برای چی. رئیس کدوم بابا؟ چشم بردار، همه تو اداره خبر دارن دیگه، چرا از ما مخفی میکنی؟ به غیر از تو کس دیگه ای نمیتونه باشه. بچه ها مسخره بازی در نیاری، هنو که حکم نیومده. حکم نیومده، ما رو گرفتی؟ قربان اینجا فیلم بفرمایید. عمل چطور ما رو تو جریان نذاشتی؟ خب من نمیخواستم پای شما تو این قضیه گیر کنه، چون معلوم نبود موفق بشم. اگه شکست میخوردم که همه تون شغلتون از دست میدادیم. حالا من پیشو به تانم مالیده بودم. از کی متوجه شدی؟ از خیلی وقت پیش. اول بهش مشکوک شدم، بعد دنبال قضیه رو گرفتم، این پرونده اون پرونده این ور اون ور، یهو یارو داره زیر روی شرکت رو میخوره. این بود که تصمیم گرفتم. خب ما اینیم دیگه، ول کن بابا. چه شده؟ چرا ایشکی نیست؟ یعنی چی شده؟ من به نمایندگی از طرف همه کارمندان به شما تبریک عرض می کنم. مطمئنیم با لیاقت و کاردانی شما شرکت روز به روز از وضع بهتری برخوردار خواهد بود و کارمندان در سایه توجهات شما رفاه بیشتری به دست خواهند آورد. البته ما تقاضاهایی هم در مورد مسکن، بیمه و بازنشستگی داریم که به موقع تقدیم حضورتون میکنیم. این گلها را برای عرض تبریک از طرف جمع خدمت شما تقدیم می‌کنیم. متشکرم همکاران عزیز، ولی هنوز چیزی مشخص نیست و معلوم نیست که در این شرکت چه سمتی رو به عهده من واگذار بکنم. خانم عزادی؟ بله من هستم. بفرمایید. بله، ولی به محض اینکه مسئولیت من در این شرکت مشخص شد به شما قول میدم که از هیچ کوششی برای بهتر شدن وضع تک تک شماها فروگذار نکنم. حالا بفرمایید سر کارتون. حاجی من بفرمایید. منو ببخشید، من یکم خستم، برمیگردم میام خدمتتون. جناب ایش کجا؟ تبریک میگم داداش. واقعا تبریک میگم. بس که بهشون نگفتی. من فکر کردم که جالبه، خودش هم روش نمیشه بید. بس شما برای تبریک گفتم به رئیس جدید اومدی، خوش آمدی. معرفی میکنم، مدیر عامل جدید خانم شیرین عزادی. با مسکی گفتن شما رئیس شدین. بله بله، قرار بود، ولی هیئت امنا خانم بنده را انتخاب کردن.
رفتن؟ آره. تو چته؟ هیچی. بچی؟ کار خوبی نکردی. اونا مهمون بودن. حوصله مهمون نداشتم. نباید این کارو میکردی. خیرم. هستم. حوصله ندارم. میخوام تو خونم استراحت کنم. اختیار خونم هم ندارم. چرا داری؟ بچی؟ نکنه اینجام تو رئیسی؟ نه من رئیس نیستم. خوبه خوبه، چهار دیواری اختیاری. اینجا خونمه، من تو خونم هر کار دلم بخواد میتونم بکنم. ممکنه دلم بخواد این بشخاما بشکنم. ممکنه دلم بخواد این قندا رو پرت کنم. یا ممکنه همه این رو بریزم. شما اعتراضی داری؟ نه. خوبه. نه ترسیم، مادر چیزی نیست. بریم تو. بریم تو بخوابی. بریم. یه چایی بده من. خوب کلکی زدم. میدونستن که من به این سادگی ها حاضر نیستم مدیر عامل بشم. من شرایط داشتم. ما 100,000 تومان حقوق میخواستم. ماشین میخواستم. گفتن چیکار کنیم؟ یه همچی کلکی زد. تا فکر میکنی اونا نمیدونستن تو از عهده همچی کاری بر نمیای؟ خب میدونستم. مخصوصا تو رو برداشتن رئیس کردن که از من خرحمالی بکشن. حالا من مجبورم شب و روز جون بکنم، عرق بریزم، یه شیی هم گیرم نیاد. چرا؟ چون خانومم، همسرم مدیر عامل. خوب کلکیه نه؟ خیلی لطف کردین، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ازتون متشکرم، موفق باشید. مبارک باشید. ممنونم. مبارک باشید. تشکر میکنم. تبریک هستم. خیلی متشکرم. براتون صمیمانه آرزوی موفقیت میکنم. لطف کردین. بعد همین تو و در ضمن مجددا تبریک عرض میکنم. قربان شما، ممنون. موفق باشید. خیلی متشکرم. خانم، من چیکار کنم؟ در مورد چی؟ در مورد کارم. شما این سابق به کارتون برسین. آخه من با شما؟ تو حق داشتی برای اینکه وظیفتو انجام میدادی. برو سر کار. خیلی ممنون. راستی، فقط یادت باشه کسی نیاد اینجا بست بشینه. سلام. سلام. این ورقه رو امضا کن. اینا چیه؟ چیزی نیست، چند تا نامه معمولیه. باشه بعدا نگاهشون میکنم. چیو بعدا نگاهش میکنم؟ چون تو نامه هست دیگه. خب فرق نمی کنه. این کارا چیه میکنی؟ میخوای رئیس بازی در بیاری؟ نه، فقط میخوام ببینم چی امضا میکنم. چی میخوای ببینم چی امضا میکنم؟ نکنه باورت شده. مگه تو باورت نشده؟ نه که نشده. ببین، ما بهتر سنگامون رو وا بکنیم. این شرکت رو شاخ من میچرخه. رئیس قبلی هم اینو خوب میدونست. تو هم بهتر اینو آویزه گوشت بکنی. تو این شرکت هیچ کی بدون من یک قدم نمیتونه برداره. ممکنه تا حالا اینطوری بوده باشه، ولی فکر نمی کنم بعد از این اینطوری بمونه. جدی؟ پس تو خیال داری با من بجنگی؟ نه، فقط خیال دارم این شرکت رو خوب اداره کنم. باشه، تو این شرکت رو خوب اداره کن، ولی رو کمک من حساب نکن. سلام. بده من اونو بده به من. اومدم خونه نبودی؟ نه نبودم. تو ماشین رو بردی، من مجبور شدم 200 تومن پول آژانس بدم. جدی؟ آره. یعنی شرکت یه ماشین نداشت که خانم مدیر عاملو برسونه؟ چرا داشت، ولی من نمیخوام از ماشین استفاده کنم. چرا؟ برای اینکه دستور دادم کسی حق نداره تو شرکت از ماشینای اداره استفاده شخصی بکنه. کی میره این همه راهو؟ چی شد؟ طوری نیست. چیزی نیست. آقای سلطانی، باز این چه بدبختی از دست تو داری؟ الان درستش میکنم. خانم بچه ها خوبه؟ بطبا بود چه وفیله با ندارم سایتی. الان درست میشه.
الله که عربات شاهان از اینن خیزالت دیسر چیم و الله باشنه بیان گتیرم که اوزه هزده رسیم کلیه بوش گره بابا بیان سلام خسته بابا نه بلدی آخی کرد سلام برسونی اه دردون چه دردی سلام برسونی حتا با من برمیدم ولی رضا توی چه خبر چه میگیم گیرت کرد چی؟ بعدم صحبت میکنیم چی شده؟ تو برای من غیبت رد کردی؟ مجبور شدم برای چی؟ آخه تو از شرکت رفتی بیرون خب رفتم که رفتم خب هر کس میره بیرون باید مرخصی رد کنه دیوونه من معاون اون شرکتم مقررات برای همه هست حتی من نه بابا جون برین تو اتاقتون برین درم ببندین شیرین بله یه دقیقه بیا من کار دارم بیا احمد بله بشین بابا من میخوام برم غذا دارم بشین برین تو اینجا که رئیس نیستی هستی؟ نه نیستم پس بگیر بشین ببینم نکنه واقعا خیال میکنی رئیس شدی کجا؟ تو شرکت؟ بله تو شرکت نمیدونم تو حکم که اینطوری نوشته بود تو فکر میکنی از عهدش بر بیایی؟ فکر میکنم حتی بدون کمک من؟ به کمک تو که خیلی احتیاج دارم به شرط اینکه سرم داد نزنی بس بدون کمک منم میتونی میتونم اگه جلوت وایستم چی؟ برای چی باید این کارو بکنی؟ برای اینکه نمیخوام زنم رئیسم باشه بابا احمد تو زیادی جدی گرفتی بیا ببین خانمه چیکار کرده صبر کنید آقای خانم من از ایشون خواهش کردم که اشکالی نداره ایشون هر وقت خواستن میتونن تشریف بیارن خیلی ممنون خب خب که خب میخوای چیکار کنی؟ میخوای آبروی منو ببری؟ ببخشید راجبه چی حرف میزنی؟ راجبه این منوچهری منوچهری رفیق منه خب رفیق باشه اونو جابجا کردی که به من ضربه بزنی چرا به تو اونم یه کارمنده مثل کارمندای دیگه تو این شرکت قبلا تو قسمت سفارشات کار میکرده حالا رفته یه قسمت دیگه آخه تو چرا حالیت نیست هر کاری که تو میکنی بچه‌ها پای من مینویسن چه ربطی به تو داره گوش کن شیرین برای آخرین دفعه دارم بهت میگم اگه یه دفعه دیگه دست به این بچه بازی ها بزنی سفت و سخت جلوت وایسم تو هم گوش کن احمد اگه میبینی من جلوت دست به عصارو میرم علتش اینه که دلم شور خونه و زندگیمو میزنه وگرنه چی؟ وگرنه منم جلوی سفت و سخت با میستم جدی؟ خوبه؟ همینو میخواستم بشنفهم پس بچرخ تا بچرخیم تکلیف خونه و زندگیمون چی میشه؟ خونه و زندگیمون سر جاشه چه خبره؟ این خانم آیون به نحوه عمل کرد شما اعتراض دارن کدوم عمل کرد؟ همه اتفاقایی که ظرف این چند روز افتاده اینو برمیدارین
اونو میذارین، اینو ابقا میکنید. جا به جایی های بی خود، بی معنی، ندونمکاری، ناشیگری. به نصیحت های دیگرانم که گوش نمیدین. این خانم آیون میگن اگه شما نمیتونید این شرکت رو اداره کنید، بهتر استعفا بدین. اولا که اتفاقی نیفتاده، یعنی هنوز اتفاقی نیفتاده، ولی به زودی اتفاقاتی میفته که باعث میشه خیلی هایی یکه بخورن. دوما اعتراض باید از طریق اصولی و قانونی صورت بگیره. بنابراین 5 دقیقه فرصت میدم، هر کس برگشت سر کارش که برگشت، هر کس برنگشت بهتره دیگه هیچ وقت برنگرده. 5 دقیقه از همین الان شروع میشه. خیال کرده، فکر کرده ما با این توپ و تشرا جا میزنیم. خانم آیون نترسید، ما برگشتیم سر کارمون، حوصله دردسر نداریم. راست میگه بابا، پر ما از کرگی دم نداشت. راست میگه بابا، برگشت سر کارم، من زن بچه دارم. راست میگه ما برگشتیم سر کارمون. اینا زن و شوهرن، فردا آشتی میکنن، اون وقت همه کاسه کوزه ها سر ما میشکنه. اوزا بیریخ شد. میگم سلطانی چطوره ما هم بریم سر کارمون؟ برین، همه تون برین. باشه ببینم کجا داری میری؟ بلم کن، چیکار رو خواهی بکنیم؟ من یکی جا نمیزنم، من استعفا میدم. سلام بابا. وای مردم از دل شوره، خیالم راحت شد. مگه احمد به تو نگفته بود که میاد اینجا؟ نه آجو، من امروز بعد از اون یه سری رفتم شرکت کار داشتم، وقتی برگشتم هیچ کس خونه نبود. سلام. سلام. چرا به من نگفتی میای اینجا؟ من مجبور نیستم برای هر کاری به شما توضیح بدم. من که نگفتم به من توضیح بده. صبر کنید، صبر کنید. تو رو به خدا با هم یه جوری صحبت کنیم که ما هم بفهمیم قضیه چی. قضیه خیلی ساده است. من نمیتونم با رئیسم زیر یه سقف زندگی کنم. تو که گفتی این قضیه به زندگیمون ربطی نداره. اون مال صبح بود، قبل از اینکه تو اون کارو بکنی. تو با اون کارت نشون دادی چه آدم دیکتاتور و خود رأی هستی. میخواستی چی کار کنم؟ بذارم اعتصاب را بندازی؟ اصلا نه چیه؟ من این حرفا سرم نمیشه. نمیخوام زنم کار کنه، مگه زوره؟ باشه خب، اگر تو نمیخوای من نمیرم سر کار. ولی خرج زندگیمون از کجا بیاریم؟ حقوق من کافیه، کمتر میخوریم، عوضش اعصابمون راحته. کدوم حقوق؟ تو که دیگه حقوقی نداری. یعنی چه؟ مگه یادت رفته؟ تو امروز صبح استعفا دادی، هیئت مدیرم استعفاتو قبول کرد. چی؟ تو استعفای منو فرستادی بالا؟ من نفرستادم، اونا خودشون فهمیدن. دیدین؟ دیدین؟ این زن من بیکار کرد، این زن من بیکار کرد، این زن من بیکارت نکردم. ایراد نداره، اون سر باش، ایراد نداره. اینه نکرش نصف، من کار گیر میارم، من ظرف 3 روز کار گیر میارم. تو چی خیال کردی؟ شرکت ها من رو دست میبره. آبروم تو همسایه ها رفت، بسه. خیلی خوب، موضوع روشن شد. همچی که احمد کار گیر آورد، تو باید به تو خونه بشینی، باشی؟ باشه آقا جون، ولی تا وقت شیرین میتونه به کارش ادامه بده. درسته؟ درسته جانم؟ درسته؟ درسته. خیلی خوب. چیزی نیست، دارم اساسه رو جمع میکنم. برای چی؟ امروز اسباب کشی داریم.
چی؟ اسباب کشی؟ آره، کامیون دمه داره، میریم خونه جدید. مگه تو نگفتی اونجا 20 روزه دیگه حاضره؟ آره، یه خورده کاریایی داره ولی درست میشه. تا من بیکارم باید قاعد قضیه رو بکنم. ممکنه فردا برم سر کارم وقتی که فرصت نکنم. من الان باید برم شرکت. این دیگه به خودت مربوطه. ببین، مسائل مشکلات شرکت رو با کار خونه قاطی نکن. مسائل مشکلات اداری هر کی به خودش مربوطه. آشپزخونه رو چرا اینطوری کردی؟ ولی مسائل مشکلات خونه به خودمون دوتا مربوط میشه. ما خودمون دوتا باید حل کنیم. مثل دوتا آدم عاقل. بدون جار جنجال، بدون دعوا مرافعه. امروز داریم اسباب کشی میکنیم. شما خانم خونه هستی. میخوای همکاری بکنی یا نه؟ خود دانی. یا سلیم قالی رو بگیر. با خانم رحمتی کار داشتم. سلام. سلام. بله من آزادیم. بله بله. الان عصری. سلام. نه بابا من خونه. بگی. آقای سلطانی سلام علیکم. سلام. اصل ششی داری؟ بله. خونه سختی. سلامت از اجاره نشینی راحت شد. خیر پیش. انشالله به سلامتی. قربان شما. قربان شما. قربان شما. بفرمایید. بگیر. خلاص. سلام مشمل چه؟ سلام ملیشه. خبر. خبر؟ یاغلی خبر. یخ بابا. خوشتلوغ می بسته لجه دلن. الله شر الله شر. زمان چه؟ زمان چه؟ خدمتی میکنه، خدا حفظش کنه. چطور دستور بدی میز ریاستم بردارم بیارم اینجا؟ بیا، بیا سر اینو بگیر، بیا سر این مبله بگیر. سلام، 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 خسته نباشی. سلام. شما ها که اسباب کشی داشتیم، پس چرا به ما نگفتی؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ عجب آدم عجب غریبی هستی احمد ها. فکر نمی‌کنی شیرین خانم کلی گرفتاری تو اداره داره؟ خواهش می‌کنم دخالت نکنید. ایشون جدا از کار اداری کارهای دیگه ای هم دارن. بفرمایید. احمد جان، میگم اسباب کشی چرا ما رو خبر نکردی؟ راست میگم ما میگفتیم مگه ما مرده بودیم؟ ببینید بچه‌ها، می‌بینید که ما فرصت پذیرایی نداریم. پذیرایی چیه خانم؟ خواهش می‌کنم شما بفرمایید. ما ترتیب همه کارا رو می‌دیم. بله خانم. شیری خانم شما بفرمایید، تو اداره کلی به وجود شما احتیاج داره. بله شیری خانم کلی تو اداره مسئولیت داره، نمیتونه به کار اسباب کشی هم برسه. بگیر اینو. همچی بچینیم که خودتون بگید آفرین. بله خواهش کنم تعارف نکنید، بفرمایید. همه ما هستیم و همه چی رو مرتب میچینیم. آخه شما چه ربطی داره این حرفا؟ چه میذاری؟ پس رفاقت به چه دردی میخوره خانم؟ خواهش میکنم بفرمایید. خب پس با اجازهتون من مرخص میشم. با اجازه. بفرمایید. دخمه شما چه رفتی داره؟ چی داری میگی؟ ببخشید، آقایون مرخصی گرفتن؟ بله، بله. یعنی تقاضای مرخصی کردیم، گذاشتیم رو میز سرکار. بله، گفتم این وقت مشکلی پیش نیاد. با اجازتون. خوردین، حقتون بود. دخمه شما چه مربوط همه این برنامه‌ای من به هم ریختی؟ من کلی کار کردم نذارم بره اداره و شما فرستادینش رفت. برای چی نیاده داره؟ نمیذارم بیاد. امروزم تقصیر شما شد. دیگه نمیذارم. تازه از فردا من مریض میشم. معلوم نیست کی خوب بشم. ممکنه ده 15 روز طول بکشه. آرزوی ریاستو به دلش میذارم. چرا بچه بازی در میاری همه؟ بچه بازی؟ یه بچه بازی نشونش بدم حذف کنه. بریم. فهمیدی چیکار کرده؟ استعفای منو فرستاده بالا. نباید استعفا میدادی. اون کارت هم اشتباه. چقدر بهت گفتم استعفا نده؟ مهم نیست احمد، برگرد سر کارت. صد سال شما حالیتون نیست.
پریروز منو چهی رو عوض کرد، دیروز منو وادار به استعفا کرد، فردا همتون میذاره در اختیار کار بودی. شما زن و منو نمیشناسید. اونقدر ادامه میدم تا از ریاست ورش داشت. فرض کن اونو ورداشتن، تو هم که استعفا دادی، اون وقت چه میشه؟ ممکنه یه فرد بذارن صد مرتبه از این بدتر باشه. مگه نمیخوای از ریاست برش دارن؟ دو تا پاپوش برش درست کنیم کله میشه. بله بله. یعنی چی پاپوش بدوزیم؟ نه ترس، نمیخوام دزدی مزدی بهش ببندیم. فقط کاری میکنیم بیلیاقتیش ثابت بشه. اینجوری هم اون کله میشه، هم موقعیت برای ریاست تو جور میشه. فقط باید هر چی زودتر برگردی سر کارت. هی میگه باید برگردی. آخه چه جوری برگردم؟ مواظب باشین زمین نخورید. سلام. خدا دست درد نکنه، عجب خونه ای ساختی. میتونی واسه چهارتاییمون اضافه حقوق بنویسی؟ سلام. سلام. سلام مامان. صبح بخیر. چی کار دارین میکنی؟ دارم سر بچه رو کوتاه میکنم. چرا نمیبریش سلمونی؟ آه خودم بذارم بهتره. دیگه باید صرفه جویی کنیم. صرفه جویی؟ آره صرفه جویی. من که بیکارم. دیگه درآمدی ندارم. میمونه حقوق تو. خب بالاخره یه جوری باید باش سر کنیم دیگه. دست درد نکنه. احمد امروز میری دنبال کار؟ کار؟ دیروز کلی با بچه‌ها تلفن زدیم. به هر که میشناختیم رو انداختیم. کار کجا بود؟ خب یخ نکنه. پس میخوای چیکار کنیم؟ هیچ، راه میریم، قدم میزنیم، بچه ها رو میبریم مهد کودک، کار خونه میکنیم، آب و عز میکشیم، نهار میخوریم، همه اینا کار دیگه. بالاخره که چی؟ هیچ، بی خودی کار نازنین ما از دست داد. عیب نداره، فقط تو مواظب باش تو این وضعیت شغلت رو از دست ندی. احمد میخوای من با هیئت امنا صحبت کنم؟ معرفی میکنم جناب آقای سلطانی. ما برگشتیم. خوش اومدید. تبریک. خوش اومدید. چشم برید. بچه بیا بیا. سلام عرض میکنم آقای سلطانی. صبح شما بخیر قربان. خیر مقدم عرض میکنم. بالاخره اومد سر کارش. معلومه برمیگرده. از اولش هم سیاه‌بازی بود. اشکالی نداره آقا، پس بفرستید. پس بفرستید ما براتون اصلاح میکنیم. بله خواهش میکنم. شرکت جی ام دارو زنگ زده میگه داروش اشتباهه. من نمیدونم این هفتمین شرکتیه که اینطوری شده. من خودم این دیگر... چیه؟ داروی شیراز رفته اصفهان. داروی اصفهان رفته شیراز. من... یعنی چه؟ من نمیدونم. بها من فکر کردم فقط دارویی مربوط به من اشتباه شده. باور کنید من نمیدونم. معلومه خبرش اشتباهه. افتضاح، افتضاح. خانم رحمتی کار فوری با شما دارن. بله بفرمایید. خیلی ممنون. ببخشید من یه دقیقه یه کار خصوصی داشتم. باشه بگو. آخه اشکالی نداره بگو. ببین شیرین، نمیدونی چه اتفاقی افتاده. همه چی به هم ریخته. داروهای این شرکت رفته یه شرکت دیگه. جنسی که قرار بوده بره رشت فرستاده شده احواز. ببین خودتو نگران نکن، من میدونم قضیه چیه. این یه جور بازیه، اونا ما رو به بازی گرفتن. ولی الان یه موضوع خیلی مهمتری پیش اومده. ایشون از اداره آگاهی تشریف آوردن، خانم جعفری، خانم رحمتی. سلام، حالتون چطوره؟ سلام. اداره آگاهی؟ احمد قضیه این کاراگاه چیه؟ کاراگاه؟
همه این داروها از طریق دلالا رفتن تو بازار. میگم شاید کار مدیر عامل قبلیه. آخه اون نه، اصلا کار اون نیست. این داروها همه ساخت شرکت خودمونه. در صورتی که داروهای مدیر عامل قبلی همه وارداتیه. بله بفرمایید. خانم آقای سلطانی. بفرمایید. خانم جعفری معرفی میکنم، شوهرم آقای سلطانی معاون شرکت خانم جعفری. خوشحالم. این شربت‌ها تاریخ مصرفشون گذشته، 18 کارتون هم هست. چی دستور میدید؟ چطور این اتفاق افتاده؟ چه میدونم، سهل انگاری. فکر میکنین چیکار کنیم؟ معلومه باید نابود شه. باشه. اجازه بدین من تصفیه این کارو میدم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. میبخشید. من راجع به اون مطلب دیروزی می‌خواستم که این کیه؟ از اداره آگاهی اومده. در ارتباط با رئیس قبلیه. نه، اصلا یه موضوع جدیده. میبخشید. آقای سلطانی لطفا راجع به من با کسی حرف نزنی. ولی همه میدونن. میدونن؟ بله. شما میدونستین؟ بله میدونم. پس برای چی از خانمتون پرسیدین؟ خب میخواستم مطمئن بشم. چرا؟ کنجکاوی. میبخشین. میگم چی شده؟ خیلی کوتاه اومده. اینم جزو همون بازیه. بذار ببینیم تا کجا پیش میره. با شوهرت مشکل داری؟ یک کمی. سر این پوز؟ تقریبا. نمیتونه تحمل کنه. خیلی از مردا اینجوریان. معذرت میخوام. نمیخوام فضولی کنم. بهش اطمینان داری؟ در چه موردی؟ همه چی؟ شرکت، کار، دارو، خرابکاری. فقط دوز نیست، اینو مطمئنم. ولی هر کار دیگه ای ازش برمیاد. حتی خرابکاری؟ حتی خرابکاری. صاحب اینجا کجاست؟ فرمایش. تو که هنو اینجا بایستی پسر؟ برو پول مول خبری نیست. برو سو. برو بینم. شما این داروها رو تو شهر پخش کردین؟ خب که چی؟ از کجا آوردی؟ بهم ارث رسیده. تو آگاهی هم همینطوری حرف میزنی؟ آجان زن نایده بودیم تا حالا. خب حالا ببین چی میخوای؟ این داروها رو از کی خریدی؟ با اسمشون کاری نداریم. قیافه هاشون که میشناسی. حالا گاز بدیم. دود باش.
سر بره. گفتی نباید در بره. گاز بده برو دنبالش. خیلی تلفن کردم خونه نبودی. بچه ها رو برده بودم پارک. چی شده؟ زنت که نیست؟ نه. خدا لعنتش کنه بیچارم کرد. چی؟ زن تو بیچارم کرد. آروم باش ببینم چی میگی. بریم تو. نه نه اینجا خطرناکه، من باید برم. چی خطرناکه؟ گوش کن احمد، به زنت بگو دست از سر من ورداره. بهش بگو من شاهد عقدتون بودم. بهش بگو بچه های تو به من میگن عمو. آخه این درسته؟ ببینم چه اتفاقی افتاده. بریم تو. نه نه خب حالا بگو ببینم چی شده. زنت میخواد منو دستگیر کنه، میخواد منو بندازه تو هلفتونی. کی؟ شیرین؟ آره شیرین، زن تو. ما میخواستیم برای اون پاپوش درست کنیم، اون برای ما درست کرد. بابا کی بود؟ مامان بود؟ کسی نبود. برین تو اتاقتون بگیرین بخوابین. شب بخیر. اصلا میدونی چیه؟ اون داره تلافی تو رو سر مادر میاره. یکی داره میاد. مثل که خودشه. چرا هول شد؟ حتما اون پلیس هم باهاشه. اون سرد باش، نجاتم بده، یه جوری دست به سرشون کن. چه رضا؟ سلام بچه ها کجان؟ تو اتاقشون. میتونی رفیقات با دلاله معامله داشتن؟ معامله دارو، داروهای شرکت رو میبردن میفروختن. ببین میفروختن به اینا. ببین تو میشناسیش؟ این دلاله امروز اعتراف کرده. البته اونا تنها نیستن، منوچهری رو که بگیرن همه چی معلوم میشه. میدونی احمد، منوچهری فرار کرده، همه جا در به در دنبالشم، ولی بالاخره پیداش میکنم. احمد تو خبر داری؟ آره. کی بهت گفته؟ منوچهری؟ آره منوچهری به تو گفت؟ آره میدونم، بالاخره اونم میگیرن. وقتی یارو دلاله اسم اون سه نفر رو برد پشتم لرزید. البته اسمی از تو نبرد، ولی خب میدونی چی احمد، تو الان 20 ساله با اونا دوستی. میخوام یه سوالی ازت بکنم.
تو پول این خونه رو از کجا آوردی؟ آره گفتین وام گرفتی. وام گرفتی؟ احمد واقعا وام گرفتی؟ معلومه خب حتما وام گرفتی. مگه نه؟ تو پول این خونه رو وام گرفتی؟ درسته احمد؟ تو هر عیبی ممکنه داشته باشی ولی اهل اینجور کارا نیستی. بگو نه؟ بگو تا دوباره هر دومون بخندی. بگو احمد من میخوام برم شام درست کنم. بگو تو این کار دخالتی نداری؟ داری؟ احمد تو مطمئنی؟ آره آره خیالت راحت باشه. درو واکن. درو چرا بستی؟ الو الو خانم جعفری منوچهری اینجاست. آره نه نمیتونی در بری، من در روش بستم. بله ممکنه خودتون رو زودتر برسونی، من منتظرم. خدافظ. مامان چی داره؟ احمد یه کاری بکن، درو باز کن. واکنی درو واکن. هیئت اومده چی؟ اونا هم اومدن. احمد سلام، دیشب کجا بودی؟ به تو مربوط نیست، برو دوباره پلیس بازید. من همه دیشب منتظرت بودم. بی خود، من دیگه پامو تو اون خونه نمیذارم. شد بالاخره اعتراف کردن؟ نه تازه اینم زده زیرش، میگه اشتباه کردم، عکساشون شبیه هم بود، اینا اونا نیستن. بالاخره معلوم میشه. بفرمایید. سلام. 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 بفرمایید خانم عزیزی. خب خانم ما منتظریم. با اجازه. منوچهری و براتی و جوادی مقداری دارو به دلالا فروختن. میتونید ثابت کنی؟ البته که میتونم، فقط کافیه به حساب کتابای شرکت رسیدگی بشه. اگه نتونید میدونید چه اتفاق میفته؟ شما باعث بی‌حرمتی چند نفر کارمند با سابقه میشید. این مطلب کوچیکی نیست خانم. من میتونم. این سه نفر همکار نزدیک شوهر شما هستن، نمی ترسین پای شوهرتون وسط بیاد؟ چرا می ترسم؟ ولی چاره ای نیست. پس شما می خواهد تا آخر پیش برید؟ بله. بفرمایید. فرمایید.
ببخشید، میخواستم با خانم مدیر عامل تنها صحبت کنم. ببخشید. این دیگه رئیس بازی نیست. این مسئله هیچ ربطی به اختلاف من و تو نداره. میدونی اگه نتونی ثابت کنی چه اتفاقی میفته؟ نمیدونم. نمیدونی. اونا میتونن ازت شکایت کنن. میتونن حداقل یک سال بندازن تو هلفدونی. فکرشو کردی؟ آره. پس دست بردار. من این بچه ها رو میشناسم. ما هیچ کدوممون دزد نیستیم. میشه بگی پول خونه رو از کجا آوردین؟ اونا بهم قرض دادن. اونا از کجا آوردن؟ به تو چه مربوطه از کجا آوردن؟ ارث باباشونه. منم میخوام همینو بفهمم. ارث باباشونه یا از جای دیگه ای آوردن؟ گوش کن شیرین، تو اخلاقی داری که من اصلا خوشم نمیاد، ولی زن منی، گاهی وقت هم دوستت دارم، اما به جون گلناز و علی اگه بخوان ببرنت زندون من هیچ کاری نمیکنم. میدونم تو این جریان حداقل تکلیف من و تو روشن میشه. من باید بفهمم 9 سال با کی زندگی میکردم. پس تو اصلا به من شک داری؟ بررسی چه شد؟ ما تمام دفاتر و حسابا رو بررسی کردیم. از نظر ما همه چی روال طبیعی و منطقی خودشو داره. هیچ موردی از نظر حسابسازی و یا اختلاس مشاهده نشد. خیلی متشکرم آقای. تا اونجایی که به هیئت امنا مربوطه ما از شما معذرت میخوایم. آقای سلطانی، فعلا تا اطلاع ثانوی خواهش میکنم شما شرکتی داریم. بله چشم. خانم عزادی، شما به ما تهمت زدید، آبروی ما را بردید، ولی ما به خاطر گل روی این رفیقمون از شما میگذریم. هیچ شکایتی هم نداریم. چی بود؟ چیزی شکست؟ بعدای سرت. شما ها برای چی اینجا وایسادی؟ بریم بگیریم بخوریم. بریم، الان وقت کامپیوتر بازی کردن نیست. تو همینو خاموشش کن دیگه. پس یه چایی بده بخوریم. من دستم بنده، خودت بنش. بیا، برای تو هم ریختم. من چایی نمیخورم. بیا دیگه، قهر نکن. احمد، من دیگه نمیخوام برم سر کار. برای چی؟ مگه خودت نگفتی بمونم خونه به تو و بچه ها بیشتر برسن؟ حالا؟ حالا که همه چی به خیر و خوشی تموم شده؟ از نظر من هنوز هیچی به خیر و خوشی تموم نشده. به نظر من اونا هنوز دزدن. فقط نمیتونم ثابت کنم. خب تو چی میگی؟ هر جور میلید. باشه، پس من استعفا میدم.
آخ آخ. خب ظهر میبینمت. سلام قربان. صبح بخیر. تبریک عرض میکنم. شیرین، میشه سابقه شرکت رو برام در بیاری؟ سب بکنی؟ بله. چیکار داری میکنی؟ داری استعفا مینویسی؟ بله، دیگه نمیخوام کار کنم. منم باید همین کارو بکنم. دیگه کار کردن بدون تو اصلا مزه نداره. تو اصلا نباید این کارو بکنی. تو به این شغل احتیاج داری. ولش کن بابا. کار که قطع نیست، یه کار دیگه گیر میاره. خب بگو ببینم چیکار داری. ببین، سابقه شرکتو میخوام درارم. از صبح تا حالا کلافه‌ام کرده. آره باش. همین شرکت ها؟ آره همین شرکت. ببین عجیبه. صبر کن. معلومه نباید جواب میداده، برای اینکه این شرکت تولیدی داروی شرکت پخش دارو نیست، این همشه مواد اولیه از ما میگرفته. پس چرا تقاضای داروی وارداتی کرده؟ داروی وارداتی؟ آره. تقاضاشو کی امضا کرده؟ ناش منوچهری و جوادی. چی شد؟ شیری پیداش کردم. شیرو شیری صبر کنی خانم عزادی. معذرت میخوام، بفرمایید. کیو؟ نگاه کن، رفیقا داروهای آماده رو میفرستن شرکت های تولیدی. که چی؟ میگه که چی؟ نگاه کن شرکت جی آی بی چیه؟ یه شرکت تولیدیه، اون داروی آماده میخواد چی کار؟ رفیقا به اسم شرکت های مردم دارو میگیرن، میفرستن بازار آزاد میفروشن. باز شروع کردی؟ بابا این کلکه، برای همین من نتونستم ثابت کنم قضیه چیه. بس کن خانم. دوباره شروع نکن. ببین این تنها راهیه که من میتونم ثابت. بس کن. اون بازی دیگه تموم شد. رفقای من دزدی میکنن، بسیار کار خوبی میکنن. دوستای من دارو بولا میکنن، بسیار کار به جایی میکنن. اصلا خودم دستور دادم این کارو بکنم. به شما چه ربطی داره؟ بنده مسئول شرکتم، خودم هم جوابگو خواهم بود. شما بفرمایید سر کارتون. اصلا من این قرار نبود کاراتو تحویل بدی. دارم تحویل میدم. من شرکت جی آی بی رو بگیرید. بچه‌ها چی مونده؟ من که 27 تا. سلام بچه‌ها. سلام. خسته نباشید.
سلامت باشی جناب رئیس. چیکار داریم میکنیم؟ والا داریم داروهای شرکت جی آی بی رو جور میکنیم. خیلی وقت بود تقاضا کرده بودن. ولی ما بس که درگیر جریانات بودیم وقت نمیکردیم براشون بفرستیم. امروز گفتیم از شرش راحت شیم. ببینم چیا داریم براشون میفرستیم. یه مش داروهای الکی. نه کسی رو خوب میکنه نه کسی رو میکشه. اینا که داروهای وارداتیه. آره وارداتیه. برای چی؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم جی آی بی یه شرکت تولید داروه. مواد اولیه مصرف میکنه. نمیدونم چه مرضی گرفتم. این دفعه داروی وارداتی سفارش دادم. اتفاقا همین الان با مدیر عاملش صحبت کردم. میگفت اصلا از این سفارش اطلاعی نداره. راست میگی؟ لابد دیدن شرکت خرطوخر زیر دسته سفارش دادن. نه. نه. اون میگفت همچی داروهایی اصلا به درد ما نمیخوره. جدی میگی؟ خب لابد اشتباهی پیش اومده. اصغر چه؟ مگه توی تقاضاشون همین داروها رو نخواسته بودن؟ چرا؟ چرا خواسته بودن؟ خب پس نشون بده به سلطانی. الان چی رو نشونم بدی بی معرفت؟ به اسم شرکت‌های مردم داروهای دولتی رو میگیرین تو بازار آزاد میفروشین یا آبم روش؟ من احمقو بگو که چقدر پای شما وایستادم. چقدر اون زن بیچاره میگفت بابا اینا دزدن. میگفتم نه داری تهمت میزنی. اینا رفیقای منن. اینه معنی رفاقت؟ احمد! احمد! اینقدر تون نرو. بریم یه گوشه صحبت کن. به من دست نزن. برو بیرون. بیرون! شما هم بریم بیرون. نباید بذاریم از اینجا بره بیرون. کجایی؟ تو خودت هم پات تو این قضیه گیره. یعنی با ما شریک بودی. سهمت هم گرفتی. خیال میکنی که پول اون خونه از کجا تامین شده؟ عاشق چشم ابروت که نبودیم. خیلی خوب این حرفا رو بریم تو اداره آگاهی بگیم. میخواد پلیس خبر کنه. بزن بریم بیرون. برام تلفن برام. شما بریم تو شرکت خودی نشون بدیم. ما رو ببینم بهتره. شرکت دیگه بدون شما هیچ لطفی نداره. ما فکر کردیم این شرکت بالاخره یه سرسامونی میگیره. میگیره انشالله همه چی درست میشه. خب بینم از این. خب خدافظ. عجیبه. خاموش کنید.
جوادی من رو چری؟ به خدا من مطمئنم این کار سلطانیه. گور پدرش. از هر غلطی دلش پاد بکنه. من میگم زودتر از اینجا بریم بهتره. آره بریم. این وقت که نمیشه کار کرد. به من ربطی نداره. به رئیس شرکت بگی. رفتیم آقا سلطانی هم نیستن. نیستن؟ نه خیلی نیست. یعنی چی نیستن؟ نیست خانم. نمیدونیم آقا سلطانی نیست. بذاریم ببینم. ببینی اینا داروهای شرکت شماست. میدونم. جوای آیم دارو رو یه گوشه جدا بذاری. خب چی شده با من چیکار داشتی؟ نمیدونم چطوری بگم. سلطانی پیداش نیست. یعنی چی پیداش نیست؟ صبح با هم رفتیم اداره. بعد یه دفعه غیبش زد. دوستاش چی اونا کجا؟ از اونام خبری نیست. ببینم. اتفاق تازه‌ای نیفتاده؟ اگه چیزی میدونی به من بگو. من سر نخ دوزی رو پیدا کردم. پیدا کردی؟ بله. به سلطانی هم گفتی؟ نباید این کارو میکردی. حالا دیگه همه چی معلوم شد. احتمالا سلطانی همه کار است. خب رفقات همه فرار کردن. تو تنها موندی. بازم حاضر نیستی اعتراف کنی؟ نترس، برق رفته. نترسیدم. خیال کردم اونه. چی شده؟ کار اونه. چی کار اونه؟ سلطانی تو شرکته. یعنی چی؟ بیا. ساختمون نیست. ما تمام اینجا رو گشتیم. خانم کجا میریم؟ اونجا چیزی نیست. اونجا انباره. درش هم قفله. احمد!
جانم من اینجام. بگیرش. بله بفرمایید. زور میبینم.